تنظیم کردن رنگ ها و دیگر علمان های گرافیکی یک دیاگرام به زیباسازی سازی پروژه ها و ترسیمات انجام شده کمک بسیاری می کنه. در درس های قبلی با انواع تم های آماده و نحوه استفاده از اونها برای قالب بندی ها آشنا شدیم. اما گاهی اوقات در سازبان ها و تجارت های گوناگون به دلیل برندینگ قصد داریم از رنگ ها و افکت های مشخصی استفاده کنیم. به عنوان مثال شرکت پست از رنگ زرد یا بانک ملت از رنگ‌های قرمز و مشکی برای برندینگ خودشون استفاده می‌کنن. این موضوع باعث میشه که شرکت‌های بزرگ با استفاده از یک برند خاص در بین عموم و دیگر تجارت ها شناخته شده باشند. به همین دلیل نیاز به استفاده از ها و های خاص در تمام اسناد و پروژه های اون سازمان احساس میشه. در درس‌های قبل استفاده از های آماده نرم‌افزار رو آموختیم. اما در این درس قصد داریم نحوه سفارشی سازی و تنظیم قالب بندی ها رو بیاموزیم. ابتدا به سربرگ دیزاین میریم. در لیست گزینه های ورینس، چهار گزینه برای تغییر ساختار تم ها رو در اختیار داریم. در درس قبل آموختیم که چگونه با استفاده از این گزینه ها تم های گوناگونی را به ترسیمات اعمال کنیم. این بار در لیست گزینه های کالر روی این گزینه کلیک می در این پنجره امکان ساخت تم های جدید رو در اختیار داریم. ابتدا در کادر نیم یک عنوان برای این تم در نظر می گیریم. ما برای این مورد عبارت کاستوم تم رو وارد می کنیم. در بخش تم کالر می تونیم رنگ های تم رو مشخص کنیم. و با انتخاب هر مورد پیش نمایش اون رنگ در بخش پرویو نمایش داده می شه. پیش از این هم گفته بودیم که یکی از کاربردهای های تم های سفارشی سازی شده استفاده از رنگ های برندینگ در دیاگرام‌های های سازمان یا تجارتمون هستش. بنابراین میتونیم از رنگ های مشخصی برای این تم استفاده کنیم اولین مورد همونطور که در زمان انتخاب اون در پرویو مشاهده می کنید رنگ شکل های اصلی دیاگرام ها هستش برای این مورد یکی از رنگ های آبی پر رنگ را انتخاب می کنیم گزینه های بعدی انتخاب رنگ همونطور که در پرویو می بینید این رنگ ها هستند و هر کدوم در قسمتی از دیاگرام تأثیر تاثیر زارن. این رنگ ها رو هم متناسب با سلیقه خودمون یا نیاز سازمان انتخاب می‌کنی. از این گزینه برای تغییر رنگ متن‌های شکل‌های اصلی استفاده میشه. و این مورد هم برای تغییر رنگ متن دیگر شکل های دیاگرام هستش. در پایان برای مشاهده تغییرات اعمال شده کادر رو تایید می پس از لحظات کوتاهی تغییرات در دیاگرام اعمال می ابتدا بزرگنمایی نمایی صفحه رو به حالت عادی برمیگردونی. مشاهده کردید که به این صورت این امکان رو داریم که برای انواع دیاگرام‌ها ها ها و قالب های متفاوتی رو داشته باشیم. یه بار دیگه لیست گزینه کالر رو باز میکنی. مشاهده می کنید که این قالب بندی در رایانه ذخیره شده و در اینجا نمایش داده میشه. و از این پس میتونید از این تم برای دیگر دیاگرام ها هم استفاده کنید. روی این تم کلیک راست می کنید. گاهی اوقات در یک فایل ویزیو چندین صفحه را داریم که در هر صفحه از اون یک دیاگرام را رسم کردیم. برای اعمال این تم بر روی تمام دیاگرام های رسم شده در یک فایل از این گزینه استفاده میشه. در صورتی که بخوایم رنگ های این تم را تغییر بدیم از ادیت استفاده می کنید. با کلیک روی دوپلیکیت یک کپی از این تم خواهیم داشت. از این گزینه زمانی استفاده میشه که بخوایم یک کپی از این تم با یک سری تغییرات جزئی رو داشته باشیم. برای حذف این مورد از لیست تم های آماده از دیلت استفاده میشه. و در نهایت برای افزودن این تم به نوار ابزار دسترسی سریع آخرین گزینه رو انتخاب میکنیم. مشاهده کردید که در ویزیو امکان ویرایش و سفارشی سازی تمها رو هم در اختیار داریم. استفاده از تمهای سفارشی سازی شده به طراحان این امکان را میده که دیاگرام های زیبا و شکیل متناسب با سلیقه یا برندینگ سازمان رو طراحی و قالب بندی کنند.